میبینیم که تو کم نمیدونی. اشتباه برسون رسوندم. من هیچی نمیدونم. نگاه کن، ما خیلی چیزا راجع به تو میدونیم. آفرین به شما. کلت باد دارم پسر جون. مثل اینکه اصلا نمیدونی اینجا جای مناسبی برای لاتوازیا نیست. میفهمی یا نه؟ بهت پیشنهاد میکنم هر چی در مورد نارسیس میدونی به ما بگی. نه من هیچی نمیدونم. آرش یه خبر خوب. چی؟ نازنین بالاخره سهم الارثمو فرستاد. جدی؟ خب این خیلی خوبه که. آره فکر کنم اگه خدا بخواد قراره یه نفس راحت بکشی. ندا تو کاوه رو یادت میاد؟ کاوه؟ آره اون پسره که ترم اول همکلاسی من بود قد بلنده. بابا تو هزار تا همکلاسی تا شما چجوری باید یادم مونده باشه؟ بابا چش آبیه، همون که سال اول دانشکده رو ول کرد. خب دیروز هم دانشکده اتفاقی دیدمش، به تو هم سلام رسوند. سلامت باشه. و الان چی کار میکنه؟ درس رو ول کرده تو بازار کار میکنه. ندا تو چقدر به من اطمینان داری؟ اصلا بهت اطمینان ندارم. جدی دارم میگم، خودتو لوس نکن. اوه شوخی کردم. چطور مگه مشکوکی نکنه زنگ گرفتی؟ نه بابا تو بهتر که گیرم نمیاد. دیگه خودتو لوس نکن. ولی اگه گیرم بیاد معطل نمیکنم. چی؟ پرو. جدی دارم میگم. چقدر به من اطمینان داری؟ خودت چی فکر میکنی؟ دختری که تو دار دنیا فقط یه شوهر براش مونده که همه کسشه، چقدر میتونه به شوهرش اعتماد داشته باشه؟ انقدر که بدون شوهرش هر کاری میکنه برای خوشبختی اومده. چرا انقدر آب میخوری؟ نمیدونم، احساس میکنم یه چیز سعی گلوم گیر کرده. اذیتم میکنه، نه فشارم افتاده، دهنم خوش میشه، یا شاید هم قندم باشه، نمیدونم، مال کار زیاده. پیر شدی دیگه. اوه 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 دخترم گازشو بگیر برو که مدرسه‌م باز دیر شد. چش بابا. گیر کردی؟ میبخشید دیر بهم خبر دادم. لو رفته؟ بله. اون آشپزخونه‌ای که بهش رفته اومد داشت تخلیهش کنید. گفتم بچه ها اونجا رو شبونه خالی کنن. پلیس بد جوری پاشو کرده تو کفش ما. الان اوضاع بد جوری شد. نگران نباشین، حواسم هست. نم کله این پسره چقدر پر بود؟ زیاد نه، مگه اینکه فضولی کرده باشه. مواظبش باش که درد سر نشی. شوهرت کجه؟ ساسان تو لابراتوار شماره 3 است. اگه کارشتن صداش بزن. داداش جونم کابه داریم اینجا. نه آقا اونجا نشسته. دمت گرم. نه علی اینجا سرا سرگردونه، این سرایی و این قهوه خونه و همه آدماش دور سر گردونه. خوش اومدی.
بشین. دمت گرم. واسه چای قلیونت برسه. چه خبر؟ سلامتی. راحت پیدا کردی؟ آره. اسمش وال بود. سر سرگردون. اومدم بگم هسته. دمت گرم. تازه عقلت اومد سر جا. باید یکم بهم سو دفترین برسونی. حالا امتحان نکردم. باید یه خورده تست کنم. F. F چیه؟ به سو دفترین ما میگیم F. یه جایی هم میخوام برای درست کردن. یه خورده باید تستی درست کنم. دیگه چی میخوای؟ خود که بهتر میدونی. تو خونه من همه چیه. فقط چقدر طول میکشه یه خورده نمونه درست کنی؟ دو سه روز. درست که کردی؟ میبرم بدم یه چند نفر تست کنم ببینیم خوب شده یا نه. شک نکنم خوب میشه. خدا کنه. تو کار درسته. چی شد کاوه؟ خراب کردم؟ امتحان نکردم؟ گند زدی. گند زدی به هر چی تولید کننده هست. تو نابغه ای. دادم کشیدن سود شدن رفتن رو هوا. این جنس برسه تو بازار ترکوندیم پریدیم رفتیم بالا آرش پریدیم. دیوونه قلبم ریخت. دمت گرم. بزن. میدونی چیه کاوه؟ من از بچگی تو پرورشگاه بزرگ شدم. پدر مادر بالا سرم نبودن. ندا رو دوست دارم. دوست داشتم تو رفاه با من زندگی کنه. اما نتونستم. دوست ندارم دستم رو جلوی این اون دراز کنم. گردنمو کج کنم. دوست دارم رو پای خودم بیستم. دوست دارم خودم تولید کنم. دمت گرم دادا. خب منم همینو میگم. خودمون دوتایی. فقط یه جای پاک میخوام. یه آپارتمان کوچولو توی ساختمون. طبقه آخر باشه بالکنم داشته باشه. واسه چی؟ گاز شیشه سمیه. بوشم تابلو میکنه. همسایه‌ها میفهمن. باید از اینجا درز کنه بره بیرون. اوکیه. فقط میمونه مواد اولیه که بالا دستی میخریم. این اف تو ایران تولید نمیشه. کجایی؟ کاوه چقدر میتونم رو حساب کنم؟ رو رفاقتت مشی تو پایین شهر کلاس اول درس اول رفاقته. هر طوری با من باشی ضرر کردی الا تو رفاقت. من چقدر باید پول بذارم؟ هرچی که داری رو با سرمایه گذاری کنی. چیزی ندارم که یه ماشین دارم اونو بفروشم. یه مقدارم سهم و لرس بابای نداست. خدا رحمتش کنه. ولی نداره دادا.
اگه میخوای بارتو ببندی الان وقتشه. بذار جاکن شی. به خدا دلم واسهت میسوزه آرش. برای چی؟ چون تو درستی. از درستیت خوشم میاد. از اینکه نمیخوای خودتو قاطی این بازی ها بکنی خوشم میاد. خیلی دلم میخواست جای تو بودم. تو این من؟ آره. چون تو خودتو گول نمیزنی. خلاف خلافه و تو هم اهلش نیستی. گرفتاری؟ منم گرفتار بودم. میخوای خودتو نجات بدی؟ منم همینو میخواستم. منتهاش یه فرقی بین من و تو هست. من تو آتیشم، تو میخوای از رو آتیش بپری. به خدا میخوام پریدنتو ببینم آرش. شاید منم این روز پریدم. به جان مادرم، من دلم با این قصه ها نی. منم گیر کردم. هممون گیر کردیم. کوبه، من از این کار اصلا خوشم نمیاد. دنبال دردسرم نمیگردم. ندا، ندا هیچی نباید بدونه. یادت باشه، یادت باشه روز اول به من چی گفتی؟ گفتی یه بار برای همیشه. یادت هست؟ دادا، نوکرتم. یه بار واسه همیشه. بزن قدش. دستاتو شستی؟ آره بابا. میگم آرش، تو مطمئنی که میشه؟ آره بابا. مطمئن نبودم که نمیگفتم که سهم الارث بابای خدا به یمرزا بریزی تو این کار. آخه من موندم تو این همه آدم، کاوه بچه باید بیا سراغ تو. آدرسه که درست اومده. مگه چند نفر سراغ داریم مثل من؟ متخصص نامبر وان. ببینم برات با این همه اعتماد باید. چه خبرتی؟ بخور چاق شد. نه جدی دارم میگم، چه اعتماد به نفسی؟ جدی میگم، کار بلدم دیگه. دیگه خودم هم خسته شدم از این. شب تا صبح کلاس گرفتم و دنده عوض کردم. دیگه دوست نرم تا هم بری خونه مردم یه دونه تو سر بچه‌شون بزنی، یه دونه تو سر کتاب. این پروژه زندگیمونو عوض میکنه. چیه؟ چرا دو دلی؟ با شک نگاه میکنی؟ نه، ولی آخه تو یه جوری گنگی حرف میزنی. مثلا متوجه نمیشم این پروژه که تو میگی چه پروژه‌ای؟ خیلی خوب. وایسه برات توضیح بدم. ببین، یه خارجی کله گنده اومده ایران، میخواد تو پروژه علمی که من و کاوه داریم راه اندازی میکنیم برای تولید یه داروی انرژیزا مشارکت کنه. این اتفاق یه اتفاق علمی بزرگه. در واقع هزینه آزمایشگاهش و مواد اولیه‌اش پای من و کاوه است. بازار فروش جهانیش هم مال این خارجی است. دوزاری افتاد؟ آره افتاد. فقط باید ماشینه رو بذارم برای فروش. ماشینه برای چی باید بفروشی؟ یه قرون دوزار که نیست، مواد اولیه‌اش گرونه. اگه راضی نیستی سهم الارث رو نذار تو این کار. راضی هستی؟ بله. یه زندگی برای درست کنم، توپ داغونش نکنم. کارش خوبه؟ تاییدش میکنی؟ کارش یکه. به 10 نفر دادم امتحان کردم. هر کی زد سود شد رو هوا. خوشم بچه باحالیه. ساده است، ولی مغزش مثل ساعت کار میکنه. بعدش هم تعارف که نداریم. کی از پول بعدش میاد؟ کار من نبود، ولی این اوستای کاره. باشه. میدم امتحانش کنن، اگه اوکی بود مواد اولیه رو بهتون میدم تولید کنید. خودم هم خریدارم. دم شما گرم. رنگ شده بگی چیه؟ رنگ شده بگی نداره برای اون جلوش رو نگاه کن. ستون اون برای یه پوشه زدم. همین فقط. چند تا کار کرده؟ 156 نگاه. بیمه چقدر داره؟ بیمه 5 ماه داره. ماهیناش هم 3 ماه پیش گرفت. کاپوتش رو کش. مبله است؟ آره. اینا همه پخش و پلا بود. به زور چپوندم اون تو، برگشتم گذاشتم اینجا که بتونیم استراحت کنیم. اینجا رو خالی کردم مثل لابراتوار. خوب کردی. سلیقه‌ت هم خوبه. چیز دریچه‌ی کولر.
دو تا اونجا. خوبه. خوبه. آره. خیلی خوب. یه دونم اتاق اینجاست، یه اتاق اونجاست. این که پره، اون خالیه. از این که انتخاب کنی چیه؟ بعضی بهش میگم پیشکس. از خارجی گرفتی؟ کاوه. از کاوه چرا؟ چی کار داری دیگه ندا؟ فقط چهریه دانشگاه رو بده، اجاره عقب افتاده آقای روستارم چهار برج رو بده، زبونش دراز نشه. آره چیزی شده؟ حالت خوب نیست؟ میخوای آب بریزم برای؟ همش حس میکنم یه چیزی توی گلوم گیر کرده، نمیدونم مال کار زیاده یا خوابم به هم ریخته. نتا من میرم یه آب به صورتم بزنم برگرم، نگران نباش. که چی بشه چی کارش، همه هم گفتم استاد دانشگاه. خوبه این من هم همچه بهش گفتم به زشن. سلام علیه. سلام خوبه. کی رسیدی؟ همین الان. ندا خانوم اینم از غاک و کاوه. آره شناختمشون. اگه اشتباه نکنم از سال اول دانشکده به این طرف دیگه ما ایشون ندیدیم. شم سعادت بودیم. حالا از این بعد نقدر مزاحم میشیم که تلفی این سه سال در بیاد. خواهش میکنم، این چه حرفیه؟ میگم آرش، کی منو این بری آزمایشگاهتون رو ببینم؟ برم وقتی این حرفا نیست. این بنده خدا یه ساعت معطله. آقا یه لحظه ببین چی میخوری؟ هیچ. چرا؟ یه اشتهام. حالم خوش نیست. حالا یه چیزی بخور، یه سالاد، یه چیزی. خیلی خوب، شما سالاد سفارش بدین، منم حتماش بدم. نه خانم شما من سفارشم گفتم. جوجه کباب بیستا بس. خب اوضاع چطوره؟ وضعیت خوبه. باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم. برات شدن این محموله یه اتفاق خیلی بزرگی تو شبکه برای من و تو میفته. به بچه ها بگیو یه خود زودتر دست به جمعونن. داریم زمان از دست میدیم و از اون طرف هم مالزی داره مرتب به من فشار میاد. نگران نباشید، تولیدات داره انجام میشه، فقط جاسازی یه کمی طول میکشه. ماشینم که خیلی وقت آماده است. فعلا که وضعیت خوبه، جاده هم آرومه. تا
پلیسا شروع بازی را ننداختن ما باید تمومش کنیم. سری اول چند کیلو باشه؟ 50 کیلو بندر عباس. حمل کننده کیه؟ یه شرکت تو بندر، البته خودی نیستم، اما اگر بتونیم این بار رو رد کنیم رو دوتای دیگهش میتونیم به همین روش حساب باز کنیم. چرا یهو در وا میکنی؟ وا یهو در رو باز نکردم، ترسیدم. کاوه کو پس گفت حالا گشت و گذار نداره، ماشینش داز به من. خب بری. آرش تو خوبی؟ ها؟ اون شب تو رستوران من رفتم دستشویی، کاوه زودتر رسید. چی میگفتی من؟ هیچی، حرفای معمولی. پس چرا وقتی من برگشتم کاوه قیافش یه جوری شده بود؟ یعنی چی؟ منظورت چیه؟ من نمیفهمم. تو نمیفهمی ها؟ نه واقعا نمیفهمم. اصلا معلومه تو چت شده آرش؟ من چم شده ها؟ آره واقعا نمیفهمم تو چت شده آرش؟ موزه باشه آرش مو... کجاست؟ میخوای چی رو بهت ثابت کنم؟ میخوای چی رو بهم ثابت کنی؟ آرمان من کجاست؟ خدایا به خودت قسمت میدم، به این مکان مقدس، اگه ظرف 48 ساعت آینده آرمان پیدا شد شد، اگه نشد انقدر بد میشم، یا کلم ولم کنی یا منو بکشی.
تو اینجا چه کار میکنی؟ این بود پروژه علمیت؟ ارث بابای من اینجوری سرمایه گذاری کردی؟ صبر کن برای توضیح میدم. حرف نزن آباش، حرف نزن. بذار من اصلا نمیخوام یک کلمه از حرفاتو بشنوم. من خوشبختت میکنم، فقط تو به من اعتماد کن. اینطوری؟ ببین ندا، من نمیخوام صداتو بشنوم آراش، نمیخوام. اصلا منو به تو چه غلطی داری میکنی؟ به چه قیمتی؟ من همین الان برمیگردم کاشان. ندا سلام. تو از کجا تو زندگی ما پیدا شد؟ برو کنار. چرا بایستدی؟ برو دنبالش. ندا بایشا آقا در بسته گه دارید. بفرمش سوارشی. سرد کن بینم. ندا بایشا با تو هم. من حرفی با تو ندارم آرش. آقا حرکت کنی. بیا پایی. آقا با شما میگم حرکت کنی. آقا در رو ببند، میخوایم حرکت کنیم. به بهت میگم بایشا مرد حسابی. چی شد؟ الان بهت میگم. چی میگی؟ با کی طرفی؟ با ایشون زنمه. به تو چونه؟ برو کابینه با تو. شش کنم هر سبی. برو شنار. این زنم درد داخلیت میکنم. بلم کن آقا. بلم کنید. برو شنار. بیا صورت رو بشور. بچه بازی در نیار آرش، بگیر. نمیخوام. یعنی چی نمیخوام؟ بگیرش. من اصلا نمیفهمم تو این کار برای چی کردی. آرش اگه به خاطر من این کارو کردی نکن. خواهش میکنم ازت نکن. یه بار ازت خواستم بهم اعتماد کنی. یه بار. موندم چجوری دلت اومد با ارث بابایی من یه همچین کاری بکنی. بهت برش میگردونم. همشو بهت پس میدم. همیشه میخوای حرف تو باشه. همیشه. همیشه وقتی اشتباه بوده. نه همیشه وقتی درست بوده. ندا. یه بار بهم اعتماد کن. یه بار. نمیتونی؟ نمیتونم بهت اطمینان کنم. آرش اگه همین الان بهم قول ندی این کارو میذاری کنار، برمیگردم کاشان. ندا الان عصبانی یا؟ اصلا عصبانی نیستم. به الان بدن هیچ ربطی نداره. هیچ وقت فکر نمیکنم با ارث حلال بابای من یه همچی کاری بکنی تو. حالا یه چیزایی داره دستگیرم میشه. آره. مثلا چی؟ مثلا اینکه هرچی من در میارم مال ماست، نه مال من. ولی تو هرچی به دست میاری پول تو مال توه، نه مال ما. ارث بابام. بابام همچی منظورت. چرا دقیقا منظورت همین بود؟ چی آقا؟ زنمه. خیلی خوب. حالا اگه دوست داری بسیل تو جمع کن برو شهرستان. ولی اینو بدون، من دیگه تو این شهر یاد گرفتم به خاطر بدبختی هم به غریبه بگم دوست رفیق همدم. از این به بعدم یاد میگیرم به دوست و رفیق و همدم بگم غریبه. ندا میتونی بری خونه، بعدم با هم صحبت کنیم. الان من حالم خوش نیست. جنس آماده است. به رئیست زنگ بزن قرار بذار. ندا چی شد؟ فعلا فرستادمش خونه، آرومش کردم. بعد گفتی دادی
شهر نشه بسم اون که خیالت راحت یه جوری از دلش در بیار اون با من راستی شماره این رئیست چنده اسمش چیه؟ چطور؟ بالاخره باید بدونم با کی معامله میکنم تو فرض کن من جنسا رو بده به من پول شما خود من بگی کیش مهمه؟ همین حالا فقط باید یه تلفن بزنم تو هم یه شماره حساب بمید شماره کارت کافیه؟ کارت به کارت که بیشتر از 3 تومن نمیشه دادا اه؟ میخوام 20 کیلو به جنسه اضافه کنم از کجا؟ تولید کابه است منظورش همون پسر است که تو جابجایی کمک حالشه باری کلا نمیدونستم که آدم پرورش میدی خیلی خوب باشه اشکالی نداره اضافه کن اما این پسره یه روز بیار من ببینمش حتما حتما بزن آرش داده زور نشده پول تو حسابته اول پولا رو میگیری بعد جنسور تحویل میدیو نگران نباش بابا رئیسم خیلی عشقه اومدیم و پولا رو نداد منو تو کاسمون یکیه تو رو بپیچونه منو که نیم پیچونه آرش داداشم شک نکن خب بهش میگفتی اول پولو میگیرم باز که رفتی سر خونه اول بابا به خوده یارو بهش بر میخوره الکی موضوع رو حساس نکن آرش تو برو بانک زور نشده خبر پولدار شدن تو به من بده حله؟ من برم اصلا نمیخواد بردو جنسه رو بریم بالا بشین بابا نمیدونم به شک خودم اطمینان کنم به اطمینان تو شک کنم یه کار دیگه بکنم برو دادا دمت گرم دادارم خوب اومدی دادا درو بکن الو ندا یه نشونی برات میفرستم سری برو به همون آدرس مال کاوه است تو رو خدا فقط سوال نکن برو